سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. تو این قسمت قرار با هم دیگه بریم سراغ حل مثال از دامنه توابع رادیکالی. امیدوارم که ویدیو تدریس رو تماشا کرده باشید و برای تثبیت بیشتر در حال تماشای این ویدیو هستید. سوال اول گفته fx برابر است با رادیکال یک منهای قدر مطلق x به روی یک به علاوه قدر مطلق x. لطف بفرمایید و دامنه این عبارت رو محاسبه کنید. من میدونم که در حالت کلی برای محاسبه دامنه توابع رادیکالی باید عبارت زیر رادیکال رو بزرگتر و مساوی صفر قرار بدم و نامعادل حل کنم. پس بسم الله این کار انجام بدیم. بگم یک منهای قدر مطلق x به روی یک به علاوه قدر مطلق x بزرگتر و مساوی صفر. قرار این رو حساب کتاب کنیم. خب توی نامعادله قرار شد که تعیین علامت کنیم و با توجه به تعیین علامت به جواب برسیم. پس یه بار بیام یک منهای قدر مطلق x رو برابر با صفر بذارم. از اینجا قدر مطلق x برابر می شود با یک و وقتی قدر مطلق برابر با یک عدد منفی باشه اون وقت x برابر خواهد بود با مثبت و منفی اون عدد. یه بار هم یک به علاوه قدر مطلق x رو برابر با صفر بذارم. از اینجا قدر مطلق x برابر می شود با منهای یک و اصلا غیر ممکنه که قدر مطلق برابر با یک عدد منفی بشه، چون خاصیت قدر مطلق این بود که به شما عدد مثبت تحویل بده. پس در نتیجه اگر برم سراغ بازی تعیین علامت منهای بی نهایت، ریشه هایی که به دست آوردم منهای یک و مثبت یک بود که در ضمن هر دو تا ریشه اختصاص داشت به صورت عبارت، براشون باید صفر بذارم. توی تعیین علامت میگفتم به ضریب ها نگاه کن. ضریب صورت بوده منفی و ضریب مخرج بوده مثبت. مثبت ضرب در منفی میشود منفی، که قرار بود همیشه اونو سمت راست عبارت بنویسی. پس باید بنویسم منفی و به هر خطی که رسیدم علامت رو عوض کنم، میشود منفی مثبت منفی. من بزرگتر و مساوی صفر رو میخوام، پس این فاصله میشود جواب من. یعنی دامنه تابع f از منفی یک کروشه به این دلیل که جواب من بوده است تا مثبت یک کروشه که باز هم جزء جواب من میشود. پس با استفاده از کلاسیک ترین و پایه‌ای ترین روش ممکن سوال واسه حل کردم که بیشتر جنبه امتحانی داره و اگر نهایی بودی تو نهایی بتونی نتیجه بگیری. یه سوال دیگه گفته رادیکال چهار منهای رادیکال یک منهای دو ایکس رو بفرمایید و بررسی کنید. خب دو تا رادیکال دارم، هر رادیکال رو باید جداگونه بررسی کنم. رادیکال اولم باید عبارت زیر رادیکال رو بزرگتر و مساوی صفر قرار بدم. یک منهای دو ایکس اگر بزرگتر و مساوی صفر باشه، منهای دو ایکس رو بردارم بیارم سمت راست، اون وقت یک بزرگتر و مساوی دو ایکس خواهد بود و به یه دو که تقسیم کنم x میشود کوچکتر و مساوی یک دوم. رادیکال بزرگتر رو حالا میخوام در نظر بگیرم. عبارت زیر رادیکال باید بزرگتر و مساوی صفر باشه. پس چهار منهای رادیکال یک منهای دو x بزرگتر و مساوی صفر. در نتیجه دوباره رادیکال رو بردارم بیارم سمت راست، چهار بزرگتر و مساوی رادیکال یک منهای دو x میشه. رادیکال برای من مزاحمت ایجاد کرده، پس دو طرف عبارت رو به توان دو میرسونم. یعنی 16 بزرگتر و مساوی یک منهای دو x. منهای دو x رو بردارم ببرم اون ور، 16 رو بیارم این طرف، دو x بزرگتر و مساوی منهای 15 خواهد بود که x میشود بزرگتر و مساوی منهای 15 دوم. دو تا جواب به دست آوردم، کوچکتر و مساوی یک دوم، بزرگتر و مساوی منهای 15 دوم. وقت اشتراک گرفتنه. بین این دوتا که اشتراک بگیرم عملا جواب من فاصله منهای 15 دوم تا مثبت یک دوم خواهد بود. پس به یه نتیجه خیلی مهم رسیدی. توی دامنه توابع اگر دو قسمت به صورت جداگونه محاسبه بشه، جواب اصلی شما همیشه اشتراک جوابهای به دست اومده خواهد بود. پس این نکته خیلی مهم هست، میتونی حتما برای خودت بنویسی. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. برای اینکه روشهای تستی رو بتونید درک کنید و در کنکورهای آزمایشیتون نتیجه زیباتری بگیرید، حتما ویدیوهای تست دامنه رو تماشا کنید. سپاسگزارم، خدا نگهدار.